درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم روز چهارشنبه است 14 از ماه جولای سال 2010 میلادی. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما دوستان عزیز هستم و در باب شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم. البته مدتی است که برنامه رو به دو قسمت تقسیم کردیم، نیمی از اون رو در ارتباط با شاهنامه، نیمی دیگر رو با دوست گرامی آقای عرسی صحبت می‌کنیم. امروز هم خدمت ایشان خواهیم بود در باب مطالب و مسائل ایران. اجازه بفرمایید که حافظ بزرگ رو باز بکنیم ببینیم که یک غزلی می‌توانیم بخوانیم. بله، که این غزل رو بسیار خوانده‌ایم. بله، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخت دید ملک، عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می‌خواست که از اون شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوا هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر ارباب اسباب دل خرم زد. این هم یک غزل بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض میکنم که در این برنامه مطرح کردم خدمت شما و به غلط هم در این نقدی که داریم مینویسیم در ارتباط با اون شاهنامه معروف، یک اشتباه بزرگی ما مرتکب شدیم و اون این که خانمی به من زنگ زدن از لس آنجلس که برای شما کتاب آمده است. گفتم خانم باز کنید ببینیم چه کتابی آمده است. گفتن کتاب بزرگی است و شاهنامه است و هر چه ما خواهش کردیم که خانم لطفاً بخوانید ببینیم این کار کیست، این خانم نتوانستن، نمیدونم حالا دلیل چه بود. بعد ما کسی دیگری فرستادیم که این کتاب را از خانم بگیرن و ما پرسیدیم که چه کتابی است. گفتن چند مجلد آبی هستند اینها. ما فرض برای گذاشتیم که یک شخص دیگری، یک دوره دیگر فزون بران چه آقای عباس ادیبیان دوست عزیزم برای من فرستادن در دالاس، فکر کردیم که دوستی یک دوره دیگر از شاهنامه چاپ آقای خالقی برای ما مرحمت کردن، تا ما اومدیم به لس آنجلس و اون کتاب را نیاوردیم در اینجا، به خاطر اینکه گفتیم خب اینجا هست از این استفاده میکنیم برای خواندن و نقد ابیات. بعد مشروع متوجه شدیم این کتاب دیگری است، در واقع این شاهنامه فردوسی، بله، ویرایش فریدون جنیدی است و هیچ ارتباطی با شاهنامه خالقی ندارد. فریدون جنیدی رو من از نزدیک نمی‌شناسم، اما از فهوای آثارش پیداست که مردی غیرتمند است، دانشمندی، ایران دوست است. این مایه رو میتونم خدمتتون عرض کنم، چون در این مقطع از روزگار اون چه ما نیاز داریم فعلا فزون بر دانش غیرت از غیرت ایرانی، در واقع یعنی در واقع حس تعهد و مسئولیت در ارتباط مردم این سرزمین و فرهنگ این سرزمین. تا زمانی که ستمکاری در مملکت ما هست، تا زمانی که در واقع چگونه عرض کنم همای عدالت سایه گستر نشده است و ما به یک ثبات در واقع سیاسی نرسیده ایم، ما نیازمند این تعهد و این غیرت هستیم. بسیار تفاوت میکند جامعه ما فرض کنید با جامعه فرانسه، که حالا انقلاب بکنم امروز سال روز انقلاب کبیر فرانسه هم هست. این است که وقتی هم نگاه میکنیم به کار گذشتگان، مثلا از روزگار مشروطه به این سو، میبینیم که بعضی این دانشمندان ما داره غیرت ایرانی هستند، خیلی دلشان میسوزد برای این سرزمین و برای گرفتاری ها و ادبار مردم این سرزمین.
فریدون جنیدی فکر میکنم اگر خطا نکنم از این گونه عرض کنم که محققین هست. البته من کتابشون رو نخوندم و خیلی هم دوست دارم که بنشینم و ببینم که شاهنامه ایشان چگونه شاهنامه است و هر سبب که تفاوتهاش با شاهنامه دیگر بر سر چیست. ما امروز نیازمند اون نیستیم که نفی ارزش‌های ایرانی بکنیم. متاسفم من واقعا میشنوم بعضی چیزا نفی اون چه باعث در واقع چگونه از کنم سبب حیثیت ماست. مثل اینکه بنشینیم و بگوییم که نمیدونم رستم آدم پرخوری بود و ارزش نداشته و از اینجور صحبت ها که از زبان اون مرد محترم صادر شده است و در بابش صحبت کردیم بدین چیزها نیازمند نیستیم. خدمت شما عرض کردم که این آمریکایی ها که داره تاریخ هم نیستن، 200 سال تاریخ بیشتر ندارن، از دزدان و عرض می شود که سرگردن بگیران و اینها قهرمان های ملی ساختن برای خودشون. چندین بار به این مطلب من اشاره کردم. شما نگاه کنید به این داستان غرب وحشی، خب بودن بسیاری هفتگیرکشان و عرض شود که سارقان مسلح سرگردنه ها، اما اینها رو به صورت فولک هیرو قهرمان های مردم درآوردن. یعنی اینکه هالیوود با اون رسمانم که تکنیکی که دارد و هنری که دارد و اینها با استفاده از منفیش‌های معروف این داستان‌ها رو بین المللی و جهانی می‌کند. مثلا فرض فرمایید آقای جسی جیمز. یه آقای جسی جیمز یه دزد بوده، در جنگ‌های نمی‌دانم شمال جنوب شرکت داشته، به نفع جنوب اینها کار می‌کرده، بعدش هم شده دزد بانک و دزد قطار و آدم کش بوده و این پوشیده نیست. اما امروز به وجه این چهره جسی جیمز رو مطرح کردن که اولا که جهانی است. شما هر جای دنیا برید بپرسید آقا جسی جیمز، بعد جسی جیمز رو ما میشناسیم. یعنی در واقع از چیزهای منفی، از نکات منفی تاریخ اینها تبدیلش میکنن به چیزهای مثبت. حالا بگذاریم از قهرمانای واقعیشون که اون چیز دیگری است، اما بعض ما گمان میکنیم که تخریب گذشتگان و تخریب فرهنگ و یه چیزهای شگفت‌انگیز هم میگذارد که آدم تعجب میکند که آقا چگونه ممکن است که چنین چیزی اتفاق بیفتد. مثل اینکه فرض فرمایید که یک آقایی پیدا شده است و بعدها ما فهمیدیم ایشون استاد جعل و تخریب هست. اساسا تخصص این آدم به نام پورپیرار، تخصص این جعل و تزویر هست. این آقا بعد از عرض کنند که مدتی که در حزب توده بوده و بعد نمیدونم رفته زندان، اونجا آدم فروش شده است و بعد به مجاهدین پیوست و بعد جدا شده و بعد اطلاعاتی شده است، یعنی عضو وزارت اطلاعات، این آقا می نویسد که این حکومت هخامنشیان رو یهودی ها گذاشتن. آقا این کوروش که ما می گوییم کوروش کبیر و اینا چیزی نبوده، این نوکر یهودی ها بوده، یا فردوسی از یهودی ها پول می گرفت از کتاب می نوشتن. از جور داستان، از این آدم ها بین ما هم هست متاسف. باری بستر عرصه بود که آقای فریدون جنیدی بود. یک کتابی هم سالها پیش به دست من افتاد در ارتباط با موسیقی ایرانی بود، یک بررسی ادبی بود در واقع از تاریخ موسیقی که هنوز اون کتاب رو من دارم و بسیار بسیار سپاسگزار هستم از نمیدانم چه کسی از ایران کتاب رو برای ما فرستاد، هیچ یادداشت نوشته هم نیست برای ما فرستادن و ازشون سپاسگزارم. از اون بانوی محترم هم که در این لس آنجلس به بنده زنگ زدن و زحمت کشیدن، عرض کنم که ازشون هم بسیار سپاسگزار هستم. باری دوستی زنگ زدن و گفتن که امروز مصادف هست با انقلاب کبیر فرانسه، 14 جولای برابر است با انقلاب کبیر فرانسه و این انقلاب کبیر فرانسه به حقیقت تاثیرگذارترین انقلاب هایی است که ما میشناسیم. بین انقلاب های بزرگ انقلاب کبیر فرانسه بسیار تاثیرگذار هست و میشود به درستی گفت که این نظرات یا نظریات سیاسی، فلسفه سیاسی که از روزگار قدیم از سرات نزد افلاطون و ارسطو بسیار بسیار در واقع به اشباع مطرح شده،
اینها تداومش به انگلستان رسیده. یعنی متفکران انگلیسی هستن که در این زمینه بسیار کار کردن و بسیار سخن گفتن و مطالب تازه به میان انداختن. مشهورترین اینها عرض کنند که آقای جان لاک هست که در حقیقت لیبرالیسم مغرب زمین و همین حکومت فرمای دولت آمریکا، اینها درست نسخه برداری از فلسفه سیاسی اوست. یعنی ما این بزرگان نظریه پردازان کار سیاست رو اگه ما نگاه کنیم، ما به دو تن برخورد بکنیم همواره، دو سه تن هستن. یکی مارکس هست که بسیار تاثیرگذار بوده، یکی لاک هست که بسیار تاثیرگذار بوده، که البته پیدایش لاک بر اثر عرصبت که شرایط بسیار بسیار جالبی بود که در انگلستان پیدا شده بود. آقای هابز هست البته در مقابل آقای لاک و دیگران، و از اینجاست که موضوع دموکراسی در واقع به وجه خیلی علمی مطرح شده از آقای لاک و ساختاری که او از دولت به دست می‌دهد و مناسبات انسان با دولت و اساساً نظریه دولت. همه اینها رو به تشریح از صورت به تفصیل بهتر است بگویم جان لاک مطرح می‌کنه. این سبب بیداری شده. یه مطلب شگفت‌انگیزی که هست و خیلی عجیب هم هست این است که بعد مطالعه تاریخ اروپا و مطالعه تاریخ خودمان معلوم می شود که بین روشنفکر اروپایی و مردم عادی گویا حجابی اونچنان قوی و تیره وجود نداشته. یعنی فرض فرمایید اگر یک کسی مثل آقای عرصبت که کانت پیدا می شده است و موضوع اخلاق رو به میان می اندازد، می بینیم خیلی سریع در جامعه اروپا نظرات کانت یا بهتر است بگیم نظریات او منتشر می شده و جامعه را زیر تاثیر می گرفته، یا نظریات عرض کنم که ولتر و دیگران. اما بین ما چنین نبوده. روشنفکر با پشت درهای بسته یا برج بلند نشسته و سخنانی گفته که پنداری تأثیری نداشته است در جامعه، و این خیلی خیلی جالب هست و شایسته آن هست که در باب این واقعا تحقیق بشود که چرا اینقدر فاصله بوده بین روشنفکر ایرانی و مردم عادی و در اروپا چنین نبوده. باری این آقای لاک به این نتیجه، یعنی در واقع نظریه لاک از اونجا آمد که آدم‌های آمدن طرفداران سلطنت بودن و اساساً این مباحث از اونجا شد که پادشاه انگلیس از یک سو میبایستی نماینده مذهب باشد، از یک سو شاه باشد، و دو گونه بودن مسیحیان، یک عده پروتستان، یک عده کاتولیک بودن. این هست که به تضاد افتاد این آقای ارسن پادشاه انگلیس به تضاد افتاد به جهت اینکه میبایستی هم نماینده پروتستان ها باشد هم نماینده کاتولیک ها باشد. از سبب که این است که این مباحث سیاسی از اونجا در گرفت و همطور مطلع هستین پادشاه انگلیس ارتباطش رو با چرچ قطع کرد، اموال کلیسا رو مصادره کرد و این مباحث سیاسی از اونجا شد به جهت تضاد مقام سلطنت در ارتباط با کل قضایایی که به لحاظ سیاسی در انگلیس می‌گذشت، و مباحث بین روشنفکران در گرفت. از این زمینه هست که از سبب که هابز و لاک و اینها بیرون آمدن و بعض اینها بر این بودن که پادشاهی جهان متعلق به خداوند تبارک و تعالی بود است که او به پیغمبران داده است، که پیغمبران به پادشاهان دادن، به آدمای مثل فرض فرمایید که حافظ اینها، و این پادشاهی تنها نهادی است که میتواند باشد و نهاد مشروع پادشاهی است. البته به طریق استبدادی. خب حالا بگذاریم در انگلیس در 1688 اینها پارلمان به وجود آمد. لاک میگوید که وقتی ما میرسیم به قضیه سیاست و اداره کشور، میگوید که پادشاهی نمیتواند این بیماری رو معالجه بکند. البته استرگه بله که میگوید که مونارکی از نو رمدی، یعنی بر حل مشکلات، و استدلال میکند که
عرض شود که در صورت مثلا فرض فرمایید شکایت، پادشاه هم میتواند متهم باشند هم قاضی باشند. یکی از استدلالهایی کرد. حالا بماند. و از اینجاست که آقای لاک این عرض شود که موضوع حقوق مردم رو به میان آورده، موضوع تقسیم قوا رو به میان آورده، با موضوع عرض کنم که اون چه در غرب checks and balances، یعنی هر نهاد دولت مواظب نهاد دیگری است که فساد وارد نشود. یعنی شما این سیستم دولت آمریکا رو نگاه کنید، یک نهاد مواظب نهاد دیگری است و از صورت که تهدید قدرت که در واقع اصل و اساس حکومت‌های دموکراتیک است از اونجا آمده. باری انقلاب کبیر فرانسه بر اثر همین جریانات فکری و اون چه در فرانسه میگذشت به لحاظ فساد دربار و غیره و زادک به وجود آمد و تأثیر خارق العاده ای در جهان گذاشت. میخوام خدمتتون به وضوح، یعنی می توانیم ببینیم که پس لرزه های این انفجار بزرگ که در اروپا شد به ایران هم رسید و چه میزان این روشنفکران ایرانی و مجاهدان ایرانی، مجاهدان راه آزادی به شخصیت های مثل روسو و عرض کنم ولتر و اینها مهر می‌ورزیدن، یاد داشته اینها رو با خود حمل می‌کردن. انقلاب فرانسه در واقع به مثابه راهی برای آزادی انسان و احقاق حقوق انسان تلقی می‌شده، گرچه به دیکتاتوری منتهی شد، دیکتاتوری ناپلئون بناپارت. حالا وقتی ما این مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی شگفت‌انگیز است. ما انقلاب می‌کنیم عرض، خب همه چیز ما مثل همه چیز ما نست به هر صورت. آقای خمینی، فرانسویان هم در روزگار دیکتاتوری بعد از انقلاب بناپارت رو دارن، بله، و داستان از این دست. باری امروز 14 جولای گفتم یک اشاره بکنم به این داستان انقلاب کبیر فرانسه و چه مایه بزرگان بیرون آمدن که تأثیرشون هنوز برجاست، مثل همین آقای ژان ژاک روسو و از سبت مونتسکیو و ولتر، که ولتر به تنها تنخیش یک رنسانس هست. وقتی شما کاره مرد نگاه میکنی و سخنانی که او گفته در واقع سمبل روشنفکری اروپا به تحقیق ولتر هست، در برخوردش با سنت، در برخوردش با مذهب به خصوص چون ریشه دردهای اروپا بر اثر همین حکومت‌های دینی و تسلط دین و مذهب بود. درست ما امروز در مقطعی هستیم که فرانسویان در همون روزگار انقلاب بودن، روزگار انقلاب کبیر فرانسه. ما مشکل بسیار داریم و بزرگترین سد راه آزادی ما امروز همین حکومت استبدادی مذهبی است. این بدترین واقعی است که در مملکت ما در واقع حادث شده است، استبدادی مذهبی، تیوکراسی. تیو به معنای دین. این تیوکراسی بدترین نوع حکومت هاست. بارها عرض کردم، یعنی ما اگر بخوایم عمد بخوایم بدترین نوع حکومت رو طراحی کنیم، و از این بدتر نمیتوانیم طراحی کنیم. حکومت دینی، استبدادی دینی، چون استبدادی عرفی جنبه های تعصبات عرض کنم که جنایتکارانه ندارد، ضمن اینکه ممکن است که حالا جنایتکارم باشد، و معمولا به زیر کشیدن استبدادی عرفی بسیار بسیار آسان‌تر است تا استبدادی دینی. این هست که اولین وظیفه ما اگر به حال ایران و به حال هموطنان میاندیشیم و حقیقتا دل ما میسوزد، این است که این قضایا رو تعریف کنیم، این قضایا رو در واقع تقسیم بندی بکنیم و در بیان مطالب و مسائل سیاسی بدانیم راجع به چه چیزی صحبت بکنیم. آخوندها از اون سو مغلطه میکنن، اینها استادان مغالطه هستن، به جهتی کار اینها با مغالطه بوده که دموکراسی یعنی مرز امنیتی انگلیس، سکولاریسم یعنی نفی خداوند تبارک و تعالی و کفر و گرایش به کفر. ببینید با این مغالطات هست که زندگی میکنه.
که دموکراسی امر انگلیسی نیست، دمو یعنی مردم، یک امر انسانی است. ما امروز نمیگوییم که اتومبیل آقا این یه اختراع آلمانی است مثلا، چیز است، مردود است، از سرزمین کفر است، چون مردم احتیاج دارن. در امروز نمیشه بعد شطور سوار شد یا الاغ سوار شد یا زوکار و اتومبیل سوار، هرگز ذهن کسی نگذشته است که این یک چیز غربی است و ما مثلا استفاده نکنیم. دموکراسی هم به همین وجه است، یک امر انسانی است در واقع، یک امر بسیار بسیار شریف و مقدسی است دموکراسی. به جهت این وقتی میگوییم دموکراسی، این دمو یعنی مردم، یعنی حاکمیت مردم، حکومت از مردم برای مردم. من نمیدونم این انگلیسی بودنش در کجاست، و حالا صحبت انگلیس کردیم، در واقع این انگلیس، سرزمین کوچک انگلیس، ضمن چند قرن استعمار و جنایت، اما تأثیرات فوق‌العاده خوب هم در جهان داشته. انگلیس از صحبت که شکسپیر به جهان داده است و همونها نیوتن به جهان دادن، همین داستان از صحبت که پارلمان و در واقع حقوق مردم، اینها فلسفه سیاسی، اینها از انگلیس بوده. حالا بگذاریم که فوتبال هم انگلیسی است، این است که اینها ربطی به انگلیس، یعنی خاص مردم انگلیس نیست، یک امر جهانی. تنها راه حلی داره که هست در امر سیاست دموکراسی است، هموطن دموکراسی است، و با به هیچ وجه من الوجوه نمی شود با مغالطه حقوق مردم رو زیر پا گذاشت و یک چیز دیگری جانشین آن کرد. هرگز چنین چیزی میسر نیست. یعنی ما نمیتوانیم فرض فرمایید دموکراسی مملکتی رو زیر پا بگذاریم، قوانین مملکت رو بشکنیم، بعد قضیه امنیت رو ما مطرح کنیم. یا آقا خب یاغیگری هست، یاغی هستن مردم. عرض کردم بارها طرفداران استبداد هیچ راهی جز نفی این کار مردم ندارن، یک راه دارن، یک چیز میگوین همواره. آقا این مملکت حساب کتابی داشت، یه قانونی داشت، اینا نخیر، این مردم بعد میگه آقا این مردم انقلاب کردن، اینا بر صورت نخیر، این مردم نافهم هستن، این مردم نمیدونم شکم سیر شدن، همواره نفی مردم هست. شما با مطلع ترین اینها، یعنی استبدادیون، طرفداران استبداد صحبت بکنید، جز نفی مردم هیچ ندارم بگویم. خائن بودن، جدای تعهدها امروز هم همین کار میکنن. یعنی شما وقتی میخواید پدیده رو از میان بردارید، باش دشمنی و فرضی ببرزید، ابتدا اون رو نفی میکنید. شما قرآن شریف رو نگاه بکنید، این قرآن شریف وقتی که حضرت تشریف آوردن صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه، اکرام عجیبی در حق یهودی ها میکرد، سخنان شگفت‌انگیز در حق اینا میگفت، برترین جهان هستید، چنین هستید، چنان هستید. گمان ایشان این بود که یهودی ها هم دین ایشان را قبول بکنند. اما یهودی ها میخندیدن به این داستان، اساسا قبول نداشتند که میشود پیغمبری هم مثلا عرب باشه. به جهت اینکه نگاه که میکردن در این تاریخ، میدن این 124,000 پیغمبر اینها، که البته این هم یک مقالطه خیلی بزرگی است، اینا همه یهودی هستن. بعد میگفتن آقا از میان عرب نمیشود که پیغمبر هم ظهور بکند، این خاص یهودی هاست. و بعد که خونریزی ها شد و مدینه که شهر بسیار آرامی بود تبدیل شد به یک کمپ نظامی تروریستی، خب بیچاره یهودی باسی زندگی میکردن، اینا کسبه بودن و کشاورز بودن، شهر به هم خورده بود، تبدیل شد به شهر تروریستی شده بود. یک عیده آمده بودن، هر روز آدم کشی، هر روز سرگردنه، هر روز اینها. نگاه کنید به تاریخ، بیرون از تقدساتی که به ذهن ما در واقع اینجکت کردن از بچگی، حقیقت تاریخ رو ببینید، شده بود محل تروریست ها. اهل مکه میگفتن دزدان مدینه، در واقع این دزدان مدینه که گاهی ما به کار ببریم، این ابتدا از ابو سفیان به یادگار مانده در تاریخ طبری، یا از اون نقل شده است، دزدان مدینه کجاست باری. بعد اینها شروع کردن که آقا باید مبارزه کرد با این تروریست ها، اینها شروع کردن نامه نوشتن و با قریش اینها که آقا بیایید شهر اینها رو بکرید، اینا شهر ما رو تبدیل کردن به یک پادگان نظامی تروریستی، هر روز سر میبرن و هر روز میذارن آرت میکنن و اینها، امنیت از میان رفته.
اون موقع آرام آرام که البته تعداد مسلمان ها زیاد شده بود و اینها، تصمیم میگیرند شارع اسلام که یهودی ها رو از بین ببره. بعد چی کار میکنن فکر میکنن؟ شما سوره بقره رو بخوانید، اول نفیشون میکنن، فحش، یعنی در واقع ناسزا. خداوند تبارک و تعالی الله مدینه شروع میکنه به ناسزا گفتن، اونا رو به حیوان تشبیه کردن، یعنی درست همون کاری که نازی ها میکردن اون روز شده در مدینه. نگاه کنید سوره بقره، واقعا بقره بزرگترین سوره قرآن هم هست، اونجا میبینید اینا چنین کردن، پیغمبراشون میکشتن، اینا به روز موسی چنین آوردن. چه نفیشون کرد، یعنی اظهار رو آماده کردن، چون طرح این بود که اینا رو بکشن یا اموالشون رو بگیرن و بیرونشون بکنن. همین کارم کرد. اگر در قرآن در واقع تضادهای بیشمار هست، هیچ مالکشی نمیتواند این تضادها رو جز مغالطه که بگوییم ناسخ و منسوخ هست و متشابه و محکم است و از اینجور حرفها، نفی مردم، نفی میکرد، نفی کرده و بعد کشته. مقصود این که در دست استبدادیون جز نفی مردم چیزی نیست. هیتلر که خصومت ها داشت، او هم با عرض کنم یهودی ها و اینها، شروع کرد از همون کتاب نبرد من که ما دیشب در بابش اشاره کردیم، در بابش کم صحبت کردیم، اینها شروع میکند که این تقصیر شکست در جنگ جبهه های جنگ اول و ضعف آلمان همش این یهودی ها هستند و این چپ ها. اینا رو گفته، نفی کرده، بلکه به قدرت رسیده شروع کرده به کشتن. این است که در دست استبدادیون جز نفی مردم هیچی نیست. یه آقا این بدبخت این بیچاره رو چرا کشتن؟ این کردار رو چرا کشتن؟ و اینا یاغی بودن. که من شنیدم که همین انقلاب پربرکت چند روز توپخانه سوار کرده بوده سنندج رو میکوبیده. باور میکنید؟ باور میکنید؟ حکومتی توپخانه ببندد به یک شهری از اون مملکت. بیچاره از کنم که بعض شهرهای کردستان شبا می اومدن این چیزی بردارن منازلشو برن، چون زیر آتش توپخانه دولت مرکزی ایران بود. بله، اینها گرفتاری هاست. و در باب گذشته هم به همین وجه وقتی سخن هست از باب این که آقا قانونی بود و مجلسی بود و اینها، میبایستی اون ادامه پیدا میکرد، ما باید در تا کمر در گل زندگی میکردیم ولی قانونه رو نگه میداشتیم. باید فقیر فقیر میزیستیم اما مجلس رو میبایستیم بازیم. راه نجات ما مجلس بوده همه و امروز هم همین هست، فرقی نمیکنه. بایستی ما شکم خالی، که البته هرگز توی انقلاب‌های ایران هیچ کس نگفت من شکمم خالی است، گرسنه هستم، یعنی برای نان انقلاب میکنم، هرگز. موضوع آزادی بوده و عدالت بوده مطلق. شما شعار اقتصادی در این انقلاب‌های ایران پیدا نمی‌کنید. ما میبایستی در کمر در گل زندگی میکردیم، روزنامه نگارها رو نگه میداشتیم، نه که روزنامه‌نگارها رو بکشیم آسفالت بکشیم، قلم‌ها رو بشکنیم، زبان‌ها رو ببندیم، نمی‌دونم ساختمون بلند درست. این بوده است که کار ما به اینجا کشیده. هموطن، هندوستان رو نگاه بکنید، یکی از باثبات‌ترین حکومت‌های جهان هندوستانه، بزرگترین دموکراسی جهان هندوستان هستن، مردم قانع و بزرگواری داره هندوستان، با بدبختی و فقر مطلق شروع کرده بعد از گاندی و این دموکراسی جدید هند، گام به گام گام به گام کشورش رو ساختن، نه کسی شکنجه میشه، نه کسی کتک خورده، نه مهاراجه رو آوردن به دار بکشن، نه گروه های چپ رو آوردن تیربارون بکنن. آقا هر که میخواد چپ بشه بفرمایید، هند آزاده بفرمایید، کسی هم نرفت در واقع. یعنی این همه تبلیغات
عرصبت که روزگار جنگ سرد و اینها که شما فقیرین، آقا این جامعه طبقاتیست، بیاد این طبقات رو به هم بریزیم، جامعه بی طبقه توحیدی درست کنیم. گفتن ما نمیخوایم. هندی‌ها گفتن آقا ما دوست داریم، آقا ما دوست داریم و عاشق این هستیم که به ثروتمندانمون تعظیم کنیم. شما چی میفرمایید؟ این فقر رو ما دوست داریم. این چیز وارداتی لازم نده. به جز ایالت بیهار، اگر به نقشه هندوستان نگاه کنی، در بخش چپ ایالت بنگال که کلکته اونجا مرکزش هست، بیهار، اینها آمدن، اونم نه انقلاب خونی که کمونیست ها بریزن و چوب و تبر و اینا بریزن آدم ها رو بکشن و فلانی ها، نه، انتخابات. آقا از طریق انتخابات مجلس اینها تعدادی کمونیست در واقع اکثریت مجلس رو به دست آوردن و اتفاقا اونجا رو تبدیل کردن به فقیرترین ایالات هند. مقصود این که این هند برای ما میتواند مدل خیلی خوبی باشد در گذار از استبدادی به دموکراسی و مفهوم دموکراسی و فرایند دموکراسی که کند و ضعیف هست. البته در یک در واقع یک کشور دموکراتیک بخواد یک سدی ساخته بشه مدت ها طول میکشه، بحث میشه، مناظره است، متخصصین باید بیان، آقای ما اینو لازم داریم یا لازم نداریم. برای این سخن از این داستان گفتم شبت که دوست عزیز دارم که مهندس برق هست، اینها گفتن در روزگار سابق یه کارخونه برق ساخته بودن، این پوسیده بود، ظرف چند سال پوسیده بود، زنگ زده بود، اینها سو کردیم، همین در زمان جمهوری اسلامی سو کردیم و آمریکایی‌ها رو آوردیم و اینا و آقا گویی ما گفتیم و گفتیم و گفتیم و گفتیم و گفتیم که آقا اینجا رطوبت بسیار بوده، شما نمیبایستی اینجا میساختی. متخصصان ما و ژاپنی و آلمانی میگوین که اینجا به واسطه شما بایستی مسجر هوا رو اندازه گیری میکردید، اینجا کارخونه میساختید. و اینا گوش کرد، پایان نامهی درآوردن که اینها، یعنی همین آمریکایی ها نوشته بودن که آقا اینجا به واسطه از سبتی همین مسجر زیاد humidity در واقع اینجا نمیشود اینجا کارخانه ساخت، به خاطر اینکه این زنگ میزنه. در بالا مقرر فرموده بودن که حتما این کار رو بکنید، مهم نیست بگذارید. ما در کشور دموکراتیک بخوایم بیام چیکار بکنیم، همچین فسادی میسر نیست. چون به محض اینکه این نظر به میان آمد که اینجا هوا در واقع رطوبت هوا باعث تمام تعطیل، اما کشور استبدادی بله و طول میکشه، اما کشور استبدادی کارها خیلی سریع انجام میشه. امریه صد رو بسازید، میسازن، راه رو بکشید، نمیدونم چی. اما این یکی ناپایدار و توأم با فساد هست. این هندوستان رو عرض میکردم، امروز هندوستان میگویند با رشد اقتصادی بالای 7%، این آقای سینگ که عرض شد که اهل پنجاب بایستی باشه، گفته بود که رئیس مملکت، خب گفته بود که از ما خیلی تعریف میکنن که ما رشد اقتصادی 7% داشتیم، اما ما بایستی بهتر از این میبودیم. در واقع محترمترین کشور آسیایی امروز هندوستان هست. چون عرض کردم استبدادی، دیکتاتور هیچ آبروی نداره، یعنی حتی اونهایی که با دیکتاتور معامله میکنن خارجی ها و او پول میدهد به آنها، اما در باطن هیچ احترامی براش قائل نیستن، در مزایق کار رویگردان میشن از او. باری اجازه فرمایید یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما. Thank you.
درود بر شما وطنان گرامی. موسیقی شنیدیم، موسیقی ایرانی، و مقصود و منظور در واقع از پخش این موسیقی هایی که میشنوید در این برنامه دو چیز هست. یکی اون که عمق فرهنگی که در این قطعات موسیقی ایرانی، موسیقی اصیل هست. دو دیگر اون که به خاطر خراب شدن اوضاع احوال موسیقی در مملکت، کسانی که میشنوند در ایران به خصوص جوانان بدانند که در واقع موسیقی اصیل ایرانی چگونه هست، چون سازمان موسیقی فرو ریخته و هرج و مرجی حاکم هست. مطلب دیگر این که بعضی کارها کلیدی هستند در بعضی مقاطع تاریخ، کتابهای کلیدی رو بایستی آورد و خواند. یکی از کارهای کلیدی که واقعا به ما میگوید که چگونه در واقع اون دولت ورشکست شد و فرو ریخت و وضعیت مملکت چنین شد، خاطرات علم است. 6 مجلد این مرد که پدرش ارادت داشت از خودش غلام خانزاد بود، این کتابها رو باید بخوان. در هر مقطعی ما چند شاهکار داریم، این کتاب خاطرات علم شاهکار، اینها رو باید آورد برای مردم خواند. شما کتاب خاطرات علم رو ببینید از ابتدا تا انتها که همه اسنادش هم با خودش آورده و در بانک سوئیس کجا گذاشته،
یک کلام همین مرد دروغ نگفته در اون چه گفته. اینها راهبر هست به دردها که چه شد که چنین شد. بله خب بگذاریم، مباحث اونچنانی نخواهم شد. خب اجازه بفرمایید من کتاب رو هنوز نخوندم، این مجلد نخستین رو بنده برداشتم آمدم خدمت شما ببینیم که بله داستان چگونه است. داستان رستم و سهراب رو خدمت شما میخواندیم و اونجایی که تهمینه آمده است به بالین رستم، صفحه 425 ببینیم روایت این استاد چگونه هست. بله خب 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 بعض قطعات این داستان رستم و سهراب واقعا شاهکاریست، البته همه شاهکار هست. خب بله عجیبه. خب تا اونجایی رسیدیم که عرض کردم که بلاغت که اساس کار ادبیات و شعر بلاغت است، تبلیغ یعنی رساندن. بلاغت رو علمای هر صورت که علم بلاغت میگوین انطباق کلام است به مقتضی الحال، یعنی که شاعری که دست به قلم میگیرد به خصوص در زمینه داستان یعنی داستان منظومه های بلند اگر از بلاغت خالی باشد مطمئنن سبب بیزاری شنونده خواهد شد، خواننده خواهد شد و اون کتاب توفیقی حاصل نمی کن. از فنون بلاغت یکی در واقع ایجاز هست، یکی اتناب. ایجاز یعنی به کوتاهی سخن گفتن که البته ایجاز هم بر دو نوع است، همونطور که مطلع هستی قبلا خدمتتون اشاره کردم، ایجاز مخل و ایجاز بلیغ. ایجاز مخل آن است که اونقدر ما سخن رو کوتاه کنیم که معنی زیان ببینه، معنا زیان ببیند، یعنی کاملا نرساند مطلب. ایجاز بلیغ آن است که در واقع ضمن کوتاهی مطلب رو هم بیان بکند و زیانی به معنی وارد نکند. این معنی ایجاز است. شاهنامه شاهکار ایجازهای بلیغ هست، ایجازهای بلیغ. و اتناب که البته اتناب در واقع یا اتناب شیرین هست، اتناب لازم هست، یا اتناب ممل. ممل یعنی ملالنگیز. اگر ما جای اینها رو نشناسیم، یعنی شاعر نداند کجا به ایجاز دست بیازه کجا به اتناب، این هست که کارش خراب شد. در این داستان رستم و سهراب چند جا استاد طوسی در واقع اتنابهای فوق العاده کرده. یکی از این موارد نشان دادن پرچم هاست که سهراب هجیر یا هجیر عذر میخوام اسیر میکنه، از سپاه ایران به اسارت میگیره و میاد بر روی تپه و یکی یکی سوال میکند از پرچم ها. این یکی از رنگین ترین و زیباترین کارهای ادبی تاریخ مملکت ما. وقتی رسیدیم خدمتتون میخونم، یک بارم در انایتیوی که بودیم چندین سال پیش این بخش رو خدمت شما خواندم. یکی یکی سوال میکنه، اون پرچمی که علامت ماه داره، اون پرچمی که علامت خورشید داره، اون پرچمی که علامت اژدها داره، اون پرچمی که یکی یکی پرچم ها رو سوال میکنه و جواب میده. پهلوان اسیر جواب میده. حالا چرا سوال میکنه سهراب؟ به جهت اینکه میخواد رستم رو پیدا بکنه. بی اندازه دلاویز و به لحاظ فرهنگی و تاریخی فوق العاده است این بخش. تمام پرچم های ایران رو معرفی. بعد
میبینه نام رستم رو نشنید، دوباره سوال میکنه. عرض کردم هیچ بیت شاهنامه نیست که از هدفی بزرگ خالی باشه. مقصود داشته فردوسی از این داستان، یکی اون که نشان میدهد در واقع ساختار اداری مملکت چگونه بوده، شاهنشاه در مرکز و خانواده های بزرگ که حاکم بودن در استانهای ولایت ایران، اینا پرچم های خود رو داشتن، دربار پرچم خود رو داشت. در واقع این پرچم کیانی در واقع یا کاویان، پرچم کاویان به عقیده بسیاری از دانایان اسطوره ها و تاریخ ایران، یعنی در واقع پرچم پادشاهی، پرچم پادشاهی. حالا داستان کاوی آهنگرش بمانه. بعد فردم فرد سوال میکنه، اون جواب میده و نام رستم رو نمیشنوه. و مطلب دیگر اون که ایرانیان فراموش کرده بودن که صاحب چه حشمتی بودن. روزگار فردوسی قریباً 400 سال گذشته، پرچمی بر جای نمونده بود، حشمتی بر جای نمونده بود. هر روز عده‌ای از این دزدان مدینه با یک چوب کج که معلوم نبود کجا رو، یه پرچم چیزی، یک جل سیاه هم به می‌بستن جلو سپاه، این همین پرچم عربستان سعودی. ملاحظه کنید این حالا چی هست، ببین اون چی بوده. روش هم حتما نوشته بودن لا اله الا الله محمد رسول الله. اینها این پرچم بود. مردم با حیرت نگاه می‌کردن به این پرچم. می‌خواهد بگوید که در واقع بازسازی روحیه ملی می‌کند فردوسی در این بخش از داستان رستم و سهراب. عذر بخواهم از شما. اینجاست یک اتناب فوق العاده است که حقیقتا دلاویز است. فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی غیرتمندی این بخش رو بخونه و آب در چشم نگرداند به قول ادبا از این همه زیبایی و حشمت از این بخش کتاب. یکی از بخش‌های دیگر همین آمدن تهمینه است به بالین رستم. شما تصور بفرمایید که پهلوانی بیگانه که ما میشناسیم البته برای اون سرزمین بیگانه، آمده پذیرایی شده، آمدن و بستر خواب گستردن. بله، و پهلوان اونجاست. ببخشید من زمان رو از دست دادم. خیلی سریع بایستی با آقای عرصی صحبت کنیم. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم، با آقای عرصی تماس بگیریم و مطالب ایران. با درود بر شما وطنان گرامی و پوزش از آقای عرصی. آقای عرصی درود بر شما.
بر شما آقای مشیری. آقای عرسی گفتن مسافر دیوانه است. در واقع ما در دالاس ساعت 1:30 برنامه شروع میشد و ما خدمت شما 2:10 زنگ میزدیم. این محاسبات از ذهن من رفت، داشتم در باب رستم و سهراب صحبت میکردم، زمان رو گم کردم. خیلی از شما پوزش میخوام آقای عرسی، چون قرار بود زودتر خدمتتون زنگ بزنم. حال شما چطوره قربان؟ منتظر بودم. به هر حال پیش میاد دیگه. عذر میخوام از شما عزیزم، عذر میخوام از شما. خوب هستین قربان؟ شکر سپاس خداوند. خدا رو سپاس. خلاص. آقای عرسی، عرض شد که اجازه بدید که خیلی سریع بلویم سر موضوع و مطلب. مطالبی هست که آخوندها یک مبارزه فرهنگی علیه جنبش ایران آغاز کردند، از جمله در واقع تجهیز ملایان در مدارس. خیلی خیلی من مایل هستم شما بفرمایید که این چه داستانی است، چه می‌گذرد در ایران امروز در ارتباط با این قضیه که عرض کردم. بله، همون جور که مطلع هستید آقای مشیری، حکومت اسلامی تصمیم گرفته که 1,000 نفر ملا رو بسیج کرده بفرسته به مدارس. بله، علنا هم گفتن قصد آن است که با اعزام این ملاها به مدارس، با توطئه جنبش سبز و توطئه‌ای که گویا آمریکا و اسرائیل علیه حکومت اسلامی انجام دادند، با اون مبارزه بکنند. آمریکا و اسرائیل. بله، و آشکارا علت چنین حرکتی رو مبارزه با توطئه خارجی اعلام کردند که گویا در چهره جنبش سبز در ایران داره عملی میشه. منتها در واقعیت امر اگر ما دقت بکنیم به این حرکتی که حکومت کودتا داره در ایران انجام میده و بذاریم در کنار برنامه‌های دیگرشون، میبینیم که اینا به طور کلی یک مبارزه جدی رو با روزنامه‌نگارا، با دانشگاهیان، با جنبش دانشجویی، با جنبش اساتید، با محصلین و با جامعه هنری ایران، مخصوصا با فیلمسازان ایران که الان به آبرویی برای ایران کسب کرده، مبارزه با اینها رو هدف اصلی خودشون قرار دادن آقای عجب مشیری عزیز. بله. و این همون برنامه‌ای که در اوائل انقلاب آغاز کردند، همون برنامه رو منتها با هدف دیگری دارن دنبال میکنن. دوران اول انقلاب هم باز همون گونه که بهتر از من مطلع هستید و مردم ایران همه در جریانش هستند، اینها شروع کردن به اسلامی کردن دانشگاه ها، مدارس و هنر، سینما و تمام جوانب مختلف زندگی آموزشی مردم ایران. بله، در واقع انقلاب فرهنگی به اصطلاح. بله، در دوران نخست در اوائل انقلاب هدف اینا اسلامی کردن جامعه بود، و ولی الان دعوایی که اینا الان شروع کردن علیه دانشگاه، علیه جامعه هنری، علیه محصلین، علیه جوانان، هدف این عملی که الان دارن انجام میدن در واقع سرکوب جنبش دموکراتیک جامعه ایرانی است. و بیش از هر چیزی اینا مطلع هستن که الان جوانان کشور ما، دانشجویان، اساتید و جامعه هنری و اکثریت مردم ایران، اقلیت‌ها، اقوام مختلف ایرانی، همه اینها آگاهی دارن در این مورد که بدون جدا کردن دین از سیاست، دین از آموزش پرورش، دین از دستگاه قضایی، ایران روی سعادت و روی خوشبختی رو نخواهد دید. یعنی از جنبه دیگری اعزام 1,000 ملا به مدارس ایران، تصمیم برای اعزام چنین جمعی که در واقع همون پیراهن سیاهای هیتلری هستند. بله، بله. هدف از این مبارزه با ایده آزادی، مبارزه با ایده دموکراسی، به خصوص مبارزه با ایده سکولاریسمی که امروز در جامعه ایرانی فراگیر شده. منتها همون گونه که حرکت اولشون که انجام دادن، حرکت اولی که برای اسلامی کردن تمام دانشگاه ها و جامعه ایران انجام دادن، به شکست منتهی شد. از توی همون دانشگاه ها، از توی همون جامعه هنری، یک جریان نیرومند آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، سکولاریزم خواهی و
خواست برای حاکمیت ملی از توی اون جنبش در آمد بیرون، این بار هم حرکت اینها آقای مشیری محکوم به شکسته به یمن دست توانای ملت ایران. درود بر شما. این گویای نکته دیگری هم هست این حرکات، و اون این که ملایان حاکم نمیخواهند حقوق مردم رو در واقع پس بدهند، اینجور نیست؟ یقینا جناب مشیری همون گونه که باید مطلع هستید، یکی از زیباترین جنبه های این جنبش یک سال اخیر ایران در ظهور فرد و فردانیت بود آقای مشیری. ببینید فراموش نکنیم که همونطوری که بسیاری از نویسندگان ایرانی به اون اشاره کردن، مخصوصا در این مقاله بسیار زیبای آقای علیرضا منافزاده نویسنده ایرانی در پاریس به اون به درستی اشاره کرده، در این جنبشی که یک سال اخیر انجام گرفت مردم با شعار رأی من کو به میدان آمدند. یعنی برای اولین بار در حرکت‌های ملی و آزادی خواهانی ایران فرد واقعیت پیدا میکنه، فردانیت میدان میاد و یعنی مردم ایران از دوران تکلیف گذشتن به دنبال حق فردی رسیدند. بله، این منی که مطرح میکنن بسیار بسیار مهم بوده و نکته بسیار کلیدی است. بله، یعنی این منی نیستش که توش خودخواهی بله بله پرستی و فرد پرستی باشه. بله. بلکه منی است که در وجود اون من حقوق جمع فریاد زده میشه. امروز شما من دیدم که اشاره کردید به 14 ژوئیه سالگرد انقلاب کبیر فرانسه. بله. میدانید که مهمترین ارزش انقلاب کبیر فرانسه، میگن در انقلاب کبیر فرانسه که عصر مدرن با اون آغاز میشه، فرد به میدان میاد، یعنی بله. خلق و پیدا شدن آفریده شدن فرد است در انقلاب کبیر فرانسه که تاریخ رو تغییر میده و روند تحولات تاریخ عالم رو به مسیر دیگری میندازه، به مسیر برابری، برادری و آزادی. درود بر شما. یک نکته ای از دوران تکلیف که مکلف بود به دوران حق و حقوق فردی میاد میرسه. این بزرگترین اختراع غرب، بزرگترین کشف غرب، فرهنگ غرب، همین کشف فرد و فردانیت. بله. که خوشبختانه جناب مشیری این در این جنبش سبز ایران با تمام قدرت و با تمام ابعاد مثبت خودش خودشو نشون داده. فرد در جامعه ایرانه به میدان آمده و حق من کو، رأی من کو، ندا و فریاد تمام ملت ایرانی که از گلوی فرد ایرانی داره بیان میشه. جمهوری اسلامی در یک شرایط شکست خورده داره به جنگ این ظهور فرد میره. آمدن وقتی که گفتن که ما حتی مرکزی درست کردیم که بیاد مد سر آقایون و خانمها رو معین بکنه، نحوه لباس پوشیدن مردم رو بیاد معین بکنه، مرکزی به وجود آوردن که چجوری باید آرایش سر مردان و زنان و دختران و پسران باید چگونه باشه، خود این بیانگر این استش که اینا به جنگ فرد رفتن. بلی. بله. همین الان مشخصی که چنین حرکتی جناب مشیری در مقابل آگاهی مردم ایران، حرکت مردم ایران برای آزادی خواهی، این چنین ترفندهای حکومت اسلامی به شکست منتهی خواهد شد. درود بر شما. آقای عرصی، یک دوست بسیار مطلعی که در واقع ما 40 سال این مرد محترم رو ندیده بودیم تشریف آورده بودن، چند نکته خیلی ظریف و جالب گفتن. یکی اون که می گفتن که دیگر پشت کوهی وجود ندارد، به این معنی که در روزگار قدیم میگفتن آقا برای سرکوب مردم بروید در فرام مثلا آدمخورهای سیلاخوری یا پشتکوهی، اینها ایشون میگفتن که دیگه آخوندها در واقع ذخیره آدمهای پشتکوهی ندارن، به جهت اینکه مردم بیدار شدن و مردم آگاه شدن و جامعه دارد در واقع به لحاظ آگاهی ها یک دست میشه و اینها دیگر در واقع در سراشیب انحطاط هستند به واسطه اینکه به قدر کافی آدم برای سرکوب ندارن. شما موافقین با این نظر؟ 100% جناب مشیری، 100% بنده موافقم، به دلیل اینکه اینها گروه بندی اجتماعی نبوده که در این کشور از اقلیت و اکثریت و صاحب این گروه، این ایده، آن ایده، بالاخره جمعی نبوده در این مملکت که هدف ستم و ستمگری و ظلم این حکومت قرار نگیره. بله. بله. در واقع اینا آگاهی رو به این مردم تحمیل کردن آقای مشیری. بله. اینها با سرنیزه حکومت کردن، همونجوری که ویژگی
ویژگی تمام جریانات انتگریستی، فاندامنتالیستی و فاشیستی هستش. اینها غیر خود رو نمیپذیرن، خودشون رو سعی کردن بر اقلیت و اکثریت، بر هر گروه بندی اجتماعی اینا تحمیل بکنن. لاجرم آگاهی رو بر هر کسی تحمیل کردن و هر گروه اجتماعی فهمید که راه نجات گروهی و فردی نداره. راه نجات فلان فرقه این نیست که فقط برای خاطر خودش بجنگه. به این نتیجه رسیدن که باید در چارچوب خاص دموکراسی برای تمام ملت ایران به مبارزه با این حکومت برن و بدین وسیله با آزادی همه مردم خود اون گروه ها آزاد بشن. در حقیقت این کاری هم که الان آقای مشتی دارن انجام میدن برای اینکه یه حالت یونیفرمیتی در بین مردم به وجود بیارن، خودتون اشاره کردید در یکی از صحبت‌هایی که با هم داشتیم، همون کاری است که هیتلر و موسولینی و پولپوت و ماوتسونگ و استالین در اون دوران انجام میدادن. اینا فکر میکنن که با وادار کردن مردم به اینکه همه یک شکل بشن، همه مثل هم بشن، همه یک جور لباس بپوشن، یک جور غذا بخورن، یک جور شعار بدن، به یک عقیده معتقد باشن، به یک رهبر اقتدا بکنن، با این حرکت که میخوان انجام بدن سعی میکنن همه رو یک شکل بکنن و این شدنی نیست در جامعه ما. به همین دلیل که خودتون اشاره کردید با یه چنین برنامه اینا تمام پایه‌های مردمی و پایه‌هایی که در بین پشتکوهنشین‌ها اینا وجود داشت، در بین عقب مانده‌ترین مردم ایران وجود داشت، در بین اونها هم خودشون رو بی‌پایه کردند و یک حکومتی هستش که در شرایط بی‌پایگی اجتماعی حرکت می‌کنه به سوی جنون و اعمالی که اینا الان دارن انجام میدن همه اینها آقای مشیری نشانه زواله. بله. این متفکر برجسته ایرانی که یکی از جوانان واقعا دانشمندی بود که از توی انقلاب اسلامی آمد بیرون، آقای مرتضی مردی‌ها، استاد دانشگاه الان در ایران، ایشون یه مقاله نوشته بودند و به این اشاره کرده بودند که حکومت اسلامی ایران در شرایط فعلی الان به یه نوع سورئالیسم سیاسی مبتلا شده و تشریح کرده بودند که ویژگی سورئالیسم سیاسی در اینه که سورئالیست‌ها میگفتن ما کاری میخوایم بکنیم که نه که به کسی منفعتی برسانیم و نه به کسی سودی برسانیم و نه خوشایند کسی باشیم، و این نشانه این بود که فرد به مرحله جنون رسیده، به مرحله سقوط رسیده. این کار رو آقای مشیری حکومت اسلامی دارن انجام میده. بله. یعنی اعمالی دارن انجام میده، کاریست که نه کسی از اینا خوشش میاد، نه به نفع کسی هست، حتی به نفع خودش هم نیست. به همین جهت این از نشانه های سقوطه. ولی خب ما نباید خوشبین باشیم به صرف اینکه چون هیچ آشغالی با پای خودش به آشغال دونی نمیفته. ادعی رو میخواد که بیاد جامعه رو تمیز بکنه جناب مشیری. بله بله. این طرف باید نیروهای دموکرات ایران، نیروهای ملی ایران، آزادی خواهان ایران با تکیه بر منافع ملت ایران، با حرکت گام به گام، با دوری از خشونت، راه رهایی مردم ایران رو از دست این قوم واقعا فراهم بکنه. بله. و یکی از درخشان ترین وجوه این حرکت در واقع عرض کنم که حضور فعال بانوان هست. این بسیار بسیار درخشان هست. اینطور نیست آقای عرصی؟ بله جناب مشیری، این مجموعه ایک داریم ما بیان میکنیم، مثلا جنبش دانشگاهی ما نزدیک 4 میلیون دانشجو داریم، نصف بیشتر این خانم‌ها و دخترها هستند. بله. و طبیعی است که همینجور فیلمسازان ما، همینجور جامعه هنری ما و سوای بر اینها، در هر حال میدانید که مسئله زنان و حاکمیت بر زنان، اجرای برنامه‌ای که اینا در مورد زنان داشتن بخشی از مسئله قدرت بود جناب مشیری. بله. و اینا حاکمیت بر زنان و اجرای شریعت در مورد زنان رو بخشی از برنامه حفظ قدرت خودشون تلقی می‌کردند. بله. که خوشبختانه باز همین قضیه هم به یمن آگاهی هایی که مردم ایران به دست آوردند و زنان ما پیشگام شدند در مبارزات، این ایده هم واقعا شکست خورد و الان ما میتونیم بگیم که فکر آزادی زنان، فکر آزادی دانشجویان و تأسیس دموکراسی پارلمانتری در واقع به ایده راهنمای جنبش زنان در ایران تبدیل شده. جنبش فمینیستی در ایران آقای مشیری به راه های انحرافی نرفت، بلکه سرنوشت خودشو بست به ایده دموکراسی خواهی برای تأسیس حاکمیت ملی، و اینجا بود که جنبش زنان ایران
تونست پیروز بشه، موفق بشه و تمام ترفندهای حکومت هم الان در ارتباط با تحقیر زنان ایران و تحمیل ایده‌های شریعت به زنان ایران به تخت سنگ شکست خورد. آقای عرصی، این دستاورد بسیار بسیار عظیم در داخل جامعه ما و این بیداری و این روندی که آغاز شده در یک خطری که در افق هست داره تهدید میشه و اون خطر جنگ هست. متاسفانه گفت که اخباری که هست، تحلیل هایی که شده است و اینها، فضای منطقه فضای جنگی است. اگر یک جنگ اتفاق بیفتد، یک حمله به ایران بشود، همه اینها از میان خواهد رفت. اینطور نیست آقای عرصی؟ گمان میکنم به همین شکل میفرمایید آقای مشیری، به همین شکل. به همین دلیل الان که در این فضایی که بین ایران و اسرائیل منطقه جنگ حاکم شده و ایران ایزوله شده به طور کلی در سطح بین المللی، چینیا از ایران بریدن، روسا از ایران بریدن، جهان عرب از ایران بریده و همه اینها یا به جریانات نصری تبدیل شدن به قول معروف، بیتفاوت شدن در مقابل ایران و بلایش داره سر ایران میاد، یا به دشمن ایران تبدیل شدن. در چنین فضایی که حکومت اسلامی شکست خورده و به انزوای سیاسی رسیده، در یک چنین اوضاع احوالی منطق جنگ بین ایران و اسرائیل به وجود آمده و در چنین فضایی اگر جنگی به وجود بیاد، بزرگترین بازنده این قضیه نه دولت جمهوری اسلامی بلکه ملت ایران خواهد بود و جنبش بزرگی که به وجود آمده برای تأسیس آزادی و رسیدن به دموکراسی و استقلال و حاکمیت ملی، بیش از هر جریانی این جنبش شکست خواهد خورد. اگر هم به اوضاع احوال فعلی آقای مشیری نگاه بکنیم، میبینیم حکومت اسلامی که به دنبال درگیری با اسرائیل، کوششش این استش که از درگیری با اسرائیل ابزاری بسازه برای سرکوب جنبش سبز و جنبش دموکراتیک مردم ایران. بله. اون طرف هم اسرائیل و امریکا و جریانات افراطی که بخشهایی از اسرائیل و امریکا که به دنبال درگیری نظامی با ایران هستند، ما میبینیم رفتن دارن دفاع میکنن از جریانات تجدید طلب، دفاع میکنن از مجاهدین خلق، یعنی از گروههای پسزده شده و مطرود و غیر دموکراتیک. مثلا وقتی که آقای جان بولتون میره دو هفته پیش در اون جلسه مجاهدین خلق در پاریس شرکت میکنه و از اونها حمایت میکنه، چه چیزی رو برای ما بیان میکنه؟ این برای ما بیان میکنه که جناح جنگ طلب در ایالات متحده امریکا و اسرائیل وقتی که میاد از یه جریان افراطی و ضد دموکراتیکی مثل فرقه رجوی دفاع میکنه، در واقع به دنبال تأسیس آزادی در ایران نیست. عجب، این عجب ترمی به کار بودی، فرقه رجوی. جالب بود، نشنیده بودم. این جریانی که به این دلیل بنده از میکنم فرقه رجویه، که برای اینکه این تشکیلات تشکیلاتی نیستش که بر بنیاد اون خواستهای با ارزشی که حنیف نژاد و سعید محسن و غیره و دیگران بنیان گذاری کرده بودن، الان به یک فرقه تبدیل شده که کیش پرستش شخصیت محور اساسی هست و نیست این تشکیلاته. و چنین تشکیلاتی تبدیل شده به یک فرقه که نام واقعی اون فرقه رجویه است. وقتی که یک چنین جریان غیر دموکراتیکی مورد حمایت جناح‌های از غرب و اسرائیل قرار میگیره، در واقع میتوان گفتش که اینها به دنبال آزادی در ایران نیستن، برای اینکه اگر به دنبال آزادی بودن از جنبش دموکراتیک مردم ایران حمایت میکردن. بله. نمیرفتن از تجدید طلب و نمیدانم از یه فرقه دفاع بکنن که هست و نیست، اون بر بنیان فرد پرستی و ضدیت با دموکراسی تأسیس شده. پس بنابراین ما واقعا باید به هوش باشیم. به آقای مشیری گمان میکنم در چنین وضعیتی که به وجود آمده، نیروهای دموکرات ایران، مسئولین جنبش سبز یا رهبران جنبش سبز، نیروهای سکولار ایران، ملیون ایران، تمام کسانی که دلسوز اون جامعه هستند و ملت هستند، باید الان با کوشش بشه که نه آقای مشیری به دنبال حکومت اسلامی برن نجات ایران رو در دنبال روی از حکومت اسلامی تلقی کنند، نه به دنبال اسرائیل و آمریکا برن. یعنی ما بایستی از این جریاناتی که
یه بخش نجات ایران رو افتادن به دامن حکومت اسلامی تلقی میکنه، یه بخش دنبال روی از اسرائیل و آمریکا تلقی میکنه. باید از این دایره جهنمی ما باید بیایم بیرون، به دنیا اعلام بکنیم که دعوای ما با حکومت اسلامی از موضع منافع ملت ایران با حکومت اسلامی است، نه از موضع منافع اسرائیل و آمریکا یا دیگری. متاسفانه آقای عرصی، خود شما حتما تجارب تلخی در این باب دارید. متاسفانه نزد بعضی از هموطنان که عرض کنم که شاید توجه ندارن به قدر کافی، مخالفت با جنگ به نوعی طرفداری از جمهوری اسلامی تلقی شده. خب این تبلیغاتی است که آقای مشیری در شرایطی که ماها ضعف از خودمون نشون میدیم، دیگران دلیل شدند که تونستن افکار قلابی خودشونو بر مردم ایران تحمیل بکنن و فضایی به وجود بیارن. کسانی که از صلح دفاع میکنن، کسانی که از آزادی دفاع میکنن، کسانی که از راه حل مسالمت آمیز دفاع میکنن، اینها به عنوان عاملین این گروه یا آن گروه یا حکومت اسلامی تلقی بشن. راهش همین استش که آقای مشیری باید به این قضیه توجه نکرد. من گمان میکنم که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران میدانن که در صورت وقوع یک جنگ بزرگترین بازنده اون مردم خواهند بود. و متاسفانه هستند، بله، کسانی که آقای مشیری خود نهنگ بینن، خود بزرگ بینن، بعضی از سیاسیون ایرانی فکر میکنن انقدر زرنگ هستند، انقدر اینا باهوش هستند که قادرند اسرائیل یا آمریکا رو بکشن به جنگ با ایران، اون وقت از اسرائیل و آمریکا استفاده کنند برای اینکه خودشون به قدرت برسند و در جامعه ایران هم دموکراسی برقرار بکنند. این خود نهنگ بینیه، این خود بزرگ بینیه. و چنین افرادی بالا که سرشون آقا خواهد آمد، مثل همون الان اسمشو فراموش کردم، اون چلبی که در عراق فعالیت میکرد، اون ریاضیدان عراقی که از عوامل اصلی ایجاد جنگ عراق بود، اون فکر میکرد که آمریکا رو میکشه به اونجا و بعد خودش هم میاد به قدرت میرسه. همین جوره. این بلاییست که الان بر سر عراق آمده، به عنوان یه بیماری کشور بدبخت و بیچاره مونده رو دست مردم دنیا. آقای عرصی، خیلی نکات مهمی مطرح کردید و اون شکست دیپلماتیک ایران در صحنه بین الملل که گمان میکرد چینی ها تا آخر او رو پشتیبانی میکنن، روس ها تا پایان راه با اونا هستن. این یک تجربه تلخی واسه برای آقایان باشه و گمان میکردن که با نزدیک شدن به فرض بفرمایید ترکیه، این ارتباط ترکیه و اسرائیل رو سست میکنن. هیچ کدام از اینها دستاوردی نداشته جز در واقع ادوار برای ملایان. چی میفرمایید؟ بله آقای مشیری، 100% شکست بوده در تمامی این سیاست ها. ببینید اینا یه دور اینا یک کار غلطی که از بعد به تأسیس این جمهوری اسلامی با دست خود آقای خمینی انجام دادند و امروز در زمان احمدی نژاد به حد نهایت خودش رسید در طی این 4-5 سال، و اون بود این بود که سیاست خارجی ایران رو فلسطینی کردند آقای مشیری. بله. این فلسطینی کردن سیاست خارجی ایران که کوشش می‌کردند پیشگام مردم فلسطین باشند در مبارزه با اسرائیل و شعار نابودی اسرائیل رو دادند، اینها با این ضدیت با یهود، ضدیت با اسرائیل، با شعار نابودی اسرائیل به میدان آمدند و فلسطینی تر از فلسطین و عرب تر از عرب شدند، اینا زمینه تمام شکست های خارجی و سیاست خارجی ایران رو فراهم کردند. نتیجه چنین سیاستی که فلسطینی شدن از فلسطینی تر از فلسطینی شدن، عرب تر از عرب شدن و تبدیل شدن به یک فاشیست و نازی ضد اسرائیلی، اینها تمام شرایط مغبونی خارجی ملت ایران رو فراهم کردن. اولا ایران رو بدنام کردند در تمام جهان. تصویری که از ایران دادن یه تصویر تروریستی و خشونت طلب و ضدیت با ملت‌های متمدن دنیا تصویر شد از ایران. ثانیا اینا مجبور شدند روی این سیاست ضد اسرائیلی و ضد امریکایی تکیه کنند به روسیه و تکیه کنند به چین و و و قدرت‌های دیگر. بله. ولی در ادامه همه حرکت‌های اینها به شکست منجر شد. روس‌ها با اون سیاستی که اینها با سیاست روس محوری، روسیه محوری در آسیای مرکزی جلو بردند، هیچ چیزی در
منطقه نتونستن به دست بیارن. میدیدیم که روسا نه اون راکتور اتمی رو به ایران دادند و نه اسلحه‌ای که پیشرفته‌ای که مورد خواسته اینا بودن نه اونا رو به اینا دادن. و عاقبت الامر هم با این موافقت با این سانکشن دوران چهارم دست در دست امریکایی‌ها گذاشتن و در مقابل ایران قرار گرفتن. چینی‌ها هم صراحتاً به اینا اعلام کردن که ما بر پای چهار اصل سیاست خارجی خودمون که دوری از هر گونه بلوک‌بندی در مقابل امریکاست، دوم پرهیز از هر گونه عملیات نظامی و توسل به قهر، سوم پرهیز از هر گونه ادای ابرقدرت بازی در بردن، و چهارم مسئله این که ما تمام مسئله ما گفتن پیشرفت سیاست اقتصادی و خواستای اقتصادی و منافع اقتصادی چینه. بله، به همین جهت ما با هیچ قدرتی درگیر نمیشیم و با هیچ قدرت کوچک و بزرگی علیه کسی دیگه متحد نمیشیم. بارک الله. گفته بودن که شما بدبختیتون در اینه، این عین مقاله است که در نشریه گفتگو آمده آقای مشیری. بله. اعلام کردن که ما چینی ها ویژگیمون در اینه که ما اگر پیشرفت اقتصادیمون 10% اعلام میکنیم که ما 5% داریم پیشرفت میکنیم. اگر قوه نظامی ما، نیروی سربازان ما، قوه نظامی ما آس، ما سعی میکنیم بگیم که نیروی ما آ دومه. بله بله. شما ایرانی ها، شما حکومت اسلامی اگر 100 دلار پول دارید اعلام میکنید که 100,000 داریم. بله بله. 100,000 سرباز دارید اعلام میکنید که 1,000,000 داریم. میگه بله، تفاوت ما بله. با شما اینه. به اینا گفته بودن که اینقدر خودبزرگبینی از خودتون نشون ندید که خودبزرگبینی نشانه شکست بله. و نشانه حماقت هستش. بله. و الان میدانید که نفت ایرانم، خرید نفت ایرانم، گفته هایی هستش که 30% پایین آوردن، گفته ای هستش که 72% پایین آوردن. عربستان و سعودی و امارات و کویت حاضر شدن اینا رو تأمین بکنند. در نتیجه امروز جمهوری اسلامی در واقع بیپناه مونده، تکیه کرده الان دلشون خوشه به دولت ترکیه. دولت ترکیه هم هر کاری میکنه آقای مشیری با امتیازات عظیمی که اینا داره میگیره برای خاطر خودش داره انجام میده. همین الان که بنده و جناب عالی داریم با هم صحبت میکنیم و شنوندگان ما دارن میشنوند، یک گروه بزرگ نظامی ترکیه در تل‌آویو مشغول گفتگو با دولت اسرائیل برای خرید این هواپیماهای پیشرفته شناسایی کننده. بله بله. آقای عرصه گرامی، با تاکید بر این که از کنم زمان از دست من رو، از شما باز پوزش میخوام، وقت ما تمام شده است، خدمت شما زنگ میزنم و امیدوار هستم که هفته بعده مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. بسیار از شما سپاسگزارم. شما فرمایش آخر رو بفرمایید، برنامه رو ببندید. بنده عرضی ندارم، فقط این جمله را آقای مشیری برای ایجاد حس مسئولیت در نیروهای ملی و دموکرات ایران میتونم عرض بکنم. گاندی یه جمله گفته بود. بله. گفته بود که این کره زمین، این جامعه جهانی از گذشتگان به ما به ارث نرسیده، بلکه آیندگان اینو به امانت پیش ما گذاشته. من فکر میکنم این جمله رو فقط باید در مورد ایران امروز ما بیان بکنیم که ایران امروز از گذشتگان به ما به ارث نرسیده، بلکه آیندگان، نسلهای آینده اینو به امانت در اختیار ما گذاشتن. ما باید آزادتر و آبادتر و متحدتر به نسل بعدی اینو هدیه بدیم و بهشون برسونیم امانت بزرگ. خیلی ممنونم عرصی جان، متشکرم از شما. هموطنان گرامی، با عرصبت یه پوزیش مجدد از شما، وقت ما تمام شده است. تا برنامه دیگر که روز جمعه خواهد بود، شما رو خداوند بزرگ سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. آقای عرصی، آقای عرصی، برمان برمان خوبه حال؟